بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و صلات و سلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی و صحبه و من بالا سلام و هزاران سلام و درود خدمت همه شما خوبان هر جای دنیا که هستید همیشه شاد پیروز شاد کام و موفق باشید و زندگی پر از شادی ها پر از مهر و محبت داشته باشید عزیزان پیش از این در مبحث دینگریزی و چگونه فرزندانمون رو از اینی که در بلای دینگوریزی بیفتند واکسینه کنیم سخن میگفتیم امروز میخواهیم که جامعه جامعه رو چطور از این منجلا و از این خطر نجات بدیم حمایتش بکنیم که نکنه که جامعه ما دچار این وبای خانمانسوز و این وبای انسانیت گرفتار بشه جامعه ای که از دین بریده میشه دچار بحران های بسیار بسیار حادی میشه نه تنها بحران هایی در فضای اخلاقی بلکه بحران هایی که انسان رو از انسانیتش بدور میکشه و یک حیوان و یک موجود بسیار خطرناکی تبدیل میکنه که نه در اونجا دیگه کرامت انسانیت معنا پیدا میکنه و نه خود انسانیت براش باهایی میشه این البته به این منوان نیست که کسی بیاد بگه که عزیزان شما دم از این حرف ها میزنید و ما خیلی از انسانهای لادین و از دین زده ای رو داریم که منظومه اخلاقی خوبی دارن بله امکان داره که خیلی از انسانها چون که به خصوص در جامعه ما که بسیاری از افرادی که از دین زده میشن بنا به دلایلی که عرض خواهد شد از نخبگان جامعه هستند از افرادی هستند که حداقل پیش زمینه تربیتی اخلاقی در خانواده داشتند یعنی وجود خود خانواده به معنای یک نوع ساختار تربیتی در به حال در هیته های مختلف و به تناسب مختلفی هست این به این معنا نیست که هر دین گریزی هر آدم بیدینی لادینی کسی که انکار خدا میکنه یعنی بی اخلاق هست نه میتونه خوش اخلاقی هم باشه اما کل منظومه اخلاقی رو از دست داده یعنی یک منظومه اخلاقی که اون رو بتونه حمایتش بکنه و اون رو بتونه در پناه خودش داشته باشه رو نداره اون منظومه اخلاقی نیاز به یک رقابت داره یک کسی که از بالا سر نظارگر هست و همه ماجرا و همه حرکت ها و سکنات این فرد رو میبینه یک انسان مؤمن وقتی همین ایمان به خداش در واقع یک یک قدرتی یک قدرت و یک انگیزه درونی در اون به وجود میاره که اون باعث میشه که در همه مسائل از بعد اخلاقی و از بعد ایمانی و از بعد عبادی به اونها نگاه کنه یعنی یک مؤمن وقتی که یک کار خلافی رو وقتی که میاد سر مثلا چهار را میبینه که چراغ رو سرخه چرا قرمزه رد نمیشه به خاطر این رد نمیشه که احساس میکنه که این یک در چارچوب منظومه اخلاقی این یک کار نادرستی هست اما غیر از اون میاد چرا رد نمیشه چون که اونجا یک دوربینی هست که اون دوربین در واقع خطر هست که شماره ماشین اون رو ضبط میکنه و مجبور میشه جریمه بده پس فرق بین یک رقابت خارجی یک کسی که از بیرون ما چرا میشنویم که در فلان کشور در فلان شهر بزرگ اگر ده دقیقه برق برقت بشه چه جنایت هایی صورت میگیره چه دزدی هایی میشه چه... چرا چون که قطع شدن برق یعنی خاموش شدن دوربین ها یعنی وجود فقدان یک رقابت خارجی که اون طرف رو مجبور کرده بود که یک منظومه اخلاقی رو بهش عمل بکنه اما همین صورت میگیره شهری مثل کابل داریم که اصلا از 24 ساعت الان شاید دو ساعت هم برق نداشته باشه اما همچنین جنایت هایی در اونجا صورت نمیگیره اگر در یک مثلا فروشگاهی در یک جا در جهان اسلام در همون کشورهای فقیرترین کشورهای جهان اسلام میبینید که فروشگاه های بسیار بزرگ هیچ دوربینی وجود نداره یا مثلا اگر یک خلل فنی صورت بگیره دوربین ها برق ها از کار بیفته میبینید که افرادی که به دستگاه به صرف پول هم از کار افتاده میبینید که هیچ موردی صورت نمیگیره افرادی که اجناسی رو خریداری کردن همچنان سر جایشون میذارند و معدبانه از فروشگاه میرن بیرون تا مشکل برطرف بشه و بتونند خریدشون رو بکنند این چرا؟ چون که اون رقابت داخلی نظارتی که وجود داره این نظارت داخلیست نه یک نظارت بیرونی پس حمایت از جامعه از لادینیت بسیار مهم هست چرا که این لادینیت وقتی که انسان رو از فضای نظارت بیرون میاره مثلا الان شما خیلی جالب این رو ما در چین الان نظارگر هستیم که فقط افرادی چون که بیمار شدن و خب این وبا گسترش پیدا میکنه طرفی که بیمار هست احتمال شفاش مثلا شاید پنجا پنجا هست یا چل پنجا هست الان حکومت یا اون مسئولین چکار میکنند اینجا به دو تا تا چارتا میکنند که آقا این هزینه بردار هست بهترین راه چه هست یه گلوله میبینیم که تصاوری میاد که برخی از نیروهای نظامی میرند و بیماران رو با یه گلوله گلوله خلاص تمومشون میکنند یا یک مرحله دیگه ما داشتیم که یک بیماری سارس افتاده بود کل بیمارستان با همه دکتر و پزشک و نمیدونم همه افرادی که تو بیمارستان بودن همه رو یه جا سوختن این براشون مهم نیست چون که انسانیت و رنگ و بوی خودش رو گم کرده چرا به این دوچار شدن به این مرحله شدن باز هم همین که یک قاعده اخلاقی اونجا نبود یک منظومه اخلاقی نبود که اونها رو جلوگیری کنه که چیزهای کسیف چیزهای نجس چیزهای پلید رو نخورید و انسانیت خودتون رو احترام براش قائل بشید اما مؤمن مثلا یک چارچوب اخلاقی یک منظومه متکامل اخلاقی داره که اون منظومه اخلاقی بهش میگه که چه چیز حرام هست یعنی نجس هست پلید هست مضر هست برات و چه چیزی حلال هست یعنی طیب هست خوب هست مفید هست برای جسمید وقتی میایم تو مبحث جامعه و نگاه میکنیم که آقا چه چیزهایی باعث میشه که یک جامعه دچار بحرانهایی بشه و بحرانهای فکری و بیاد به یک مرحله ای برسه که در اونجا الحاد رشد بکنه الان وقتی که ما میایم در همین جهان اسلام میبینیم که پدیده الحاد یک پدیده بسیار بزرگی نیست اما دارای شاخ و برگ داده میشه و بزرگ نمایی میشه براش تا بیشتر افراد به طرف اون جذب بشن به خصوص نوجوان ها همیشه نوجوان طبیعتش این است که دنبال قدرت هست هر چیزی که قوی باشه هر پاتوقی که اونجا افراد زیاد باشند و جلب و توجه بکنه زیر نور دوربین ها و حرف های مردم باشه به با اون طرف جذب میشه که وقتی که میاند الهاد رو اینجوری بزرگ نمایش میکنند که اینها آدم بی‌دین بیدین شدند و همین که کسی که بگه لا اله الا الله کسی بهش توجه نمیکنه اما وقتی گفت لا اله خدایی نیست اون وقتی که همه چشما به طرف اون نگاه میکنه خب این ابعاد شخصیتی و ضعف شخصیتی که در افراد جامعه میشه خب جامعه رو به این سو سوق میده الان وقتی میای میبینیم که آقا چه چیزهایی باعث شده که جامعه ما دچار همچنین دینگوریزی بشه میبینیم که خود دین دین در جامعه ما مصادره شده شخصیت ها و رموز دینی در جامعه ما مصادره شدند فهم قرآن در جامعه ما مصادره شده همه شده دین شده حکومتی یک حکومتی هست که دین رو خدا رو پیامبر رو امامان رو همه رو مصادره کرده که آقا اینها مال ما هستند و با فیلتر دین باید هم شما قرآن رو بخو... با فیلتر حکومت هم شما قرآن رو بخونید هم شما مثلا پیامبر رو بشناسید و هم آموزه های دینی شما از فیلتر دولت باید رد بشه مزاج دولت به خودش بگیره رنگ و بوی حکومتی به خودش بگیره اون وقتی که شما یک دیندار هستید و حکومت شما رو میشناسه وقتی میاییم در فضای رسانهی دولت نگاه میکنیم میبینیم که همش همین هست فضای رسانهی داره یک دینی رو ترویج میده که مطابق با مزاج دولت باشه اصلا وقتی می میبینیم در دنیا این مبحث رو من با بچه هم دیروز مطرح کرده بودم و بهشون گفته بودم که آقا شما بیایید فکر کنید تو دنیا چقدر دین هست دین هایی هستند که پیروان بسیار بسیار زیادی دارند مسلمون ها از هشت میلیارد جمعیت دنیا تنها دو میلیارد و سیصد میلیون بیشتر که نیستن خب غیر از مسلمان ها میبینیم که آقا گاف پرستان و هندوها در, در هند میلیون ها و به میلیارد میرسند و همچنین بود و بیدینان و نمیدونم ملحدان و کامونیست ها و مسیحیان و نمیدونم دیانت های خیلی عقب مونده آفریقایی و اینا در دنیا جمعیت های بسیار بسیار بزرگی دارند چرا چه شده که تمام جنگ همونطور که قبلا هم سخنانی از برخی از ملحدین رو براتون نقل کردم که آقا میگه که ما با دین ها مخالفت نداریم جنگ ما با اسلام هست چرا جنگ اونها جنگ اسلام هست و چرا ترسشون واهمهشون از اسلام هست همه و دینهای دیگه تحت شوها قرار نمیگیره چرا مثلا شما نمیبینید که در اروپا در کلیساها در نمیدونم چی بیان کتاب دیانت های هندوها رو مثلا بسوزونند یا نمیدونم اون کتاب هایی که تبتی های چین باسه خودشون دارند کتاب های اونها رو بسوزن چرا قرآن رو میسوزونند؟ چرا مثلا؟ دیانت کنفوشیوز پیامبرانش تحت بسیلا شعا قرار نمیگیرند و بر اونها کاریکاتور و فیلم و اینها درست نمیشه چرا هرچه فیلم هست هرچه فش هست هرچه بد و بیرا هست اینها به پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم دادی میشه چرا قرآن با قرآن و با مسلمان ها و با اسلام سیتیز سی هست چون که قضیه قضیه وجود هست در سایه قرآن و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و در سایه تعالی مرزش های دین مبین اسلام هست که الحاد گم میشه و اگر همه دیانت ها رو ما نگاه کنیم میبینیم که تمام دیانت ها عبارت هستند از مجموعه از شعائر دینی مجموعه از عبادت ها و هیچ که این عبادت ها محصور میشه در یک جایی برای کلیسا عبادتگاه و بعدش هر فردی هیچ ربطی به دینش نداره دین در تمام شعون زندگی فرد وجود نداره مگر اسلام اسلام تنها دینی است که تمام برنامه متکامل زندگی است و در عین اینه که برنامه متکامل زندگی برای فرد هست برنامه ساختاری جامعه هست اسلام فرد مسلمون رو مجبور میکنه که در مقابل ظالم بیسته اسلام یک دین انقلابی است دینی که میگه که آقا شما حق ندارید ببینید یک ظالمی ظلم میکنه و شما سکوت انتخاب کردید کسی که در مقابل ظالم سکوت کرده در واقع یک شیطان گنگی هست و اون کسی که میره در جلوی ظالم وای میسه و به دیکتاتور و مستبد میگه که تو ظالم هستی و اون رو از ظلمش نهی میکنه حتی اگر جانش رو از دست بده این در رتبه شهیدان هست اون هم نه هر شهیدی در رتبه سید و شهدا همزه همزت ابن ع... ع... عبد اموی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم سید و سالار شهیدان احد دین اسلام دینی است که فرد مسلمان رو مجبور میکنه که با فساد مبارزه کنه که من را امین کمون کردن فلیغیر هویده کسی از شما یک منکر یک فساد یک اشتباهی یک لغزش در جامعه رو دید این رو با دستش اصلاح بکنه با نیرو و توانش است از نیرو و قدرتی که داره از مال و ثروتی که داره از جایگاه اجتماعی که داره از هیبتی که داره از قدرتی که داره اون منکر رو اصلاحش بکنه اگر نتونست توانش نبود نصیحتش کنه بفهموندش آگاهی بده جامعه رو اصلاح بکنه اگر این هم در توانش نبود اون وقت حداقل برای این منکری که وجود داره راضی نشه تو دلش این قضیه همیشه باشه تو ذهنش این دغدغه باشه که اینجا یک مشکلی هست یک بحرانی هست یک اشتباهی هست من باید در تلاش باشم تا قدرتی به دست بیارم تا توانی به دست بیارم تا بتونم این رو اصلاحش کنم ناراحت باشم که نکنه این دغدغه باعث میشه که خودش با این منکری که در جامعه هست اونس نگیره بعد از این حسن ایمان معنا نداره الان وقتی ما میایم در جامعه خودمون نگاه میکنیم میبینیم که رسانه های ما ما خیلی رسانه ها داریم شبکه های تلویزیونی داریم آقا ماهواره ای داریم نمیدونم استانی داریم شهری داریم کشوری داریم آقا مجلات داریم روزنامه ها داریم هفته نامه ها داریم ماهنامه داریم فصل نامه داریم یک عالم هر چه بگیدین فضای رسانایی مثلا اینترنتی داریم همه اینها رو داریم اما وقتی نگاه میکنی همه اینها همه دارند یک حرف رو تکرار میکنند گویا مقام معظم نشسته حرف میزنه و همه این شبکه ها دارن همون حرف رو به شیوه های مختلف یعنی فیلم ما مقام معظم هست سریال ما مقام معظم هست کتاب ما تلویزیون ما کارتون ما جوک ما سرگرمی ما همه یه حرف رو میزنند وقتی که جامعه تنها یک بودی حرکت میکنه اون هم چه بودی؟ کاش مثلا یک بودی بود عقلگرا منطقگرا یک حرف های بی منطق یک حرف های پوچ یک حرف های اه... که به سلام هیچ بهایی نداره از رسانه میای منبر منبر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مصادره شده یه شخصی میاد هیچ بار علمی بار عقلی بار منطقی نداره میاد مجموعی از خرافات و خزعبلات رو به جامعه ارائه میکنه میاییم تو مدرسه بینیم که نظام درسی ما سیستم آموزشی ما کتابهای درسی ما همون روزه رو میخونه که روی منبر منبری ما تو حسینی ها میخونه همون روزه رو میخونه که تلویزیون ما رسانه ما داره اون حرف رو میزنه خب این چرندیات و خزعبلات باعث میشه که یک نوجوون ما جامعه ما فکر کنه اون جامعه قدیم الان شکسته ما از سال 1995 دیگه بچمون رو تو خونمون نداریم بچهمون تو یک زیر سیاحت میکنه در همه جای دنیا مگر خونش سرش تو اینترنت هست و این اینترنت اون رو با تمام جهان وصل کرده در کنار ما نشسته ما خوشحالیم که بچه خواهرمون برادرمون کران هم هستیم یکی تو با یک کسی تو ژاپن حرف میزنه یکی دوچار غزب به حجوم فرهنگی آمریکا قرار گرفته یکی حجوم فرهنگی کشور فلانی که الان در یک فضای خانواده واحد میتونه ده تا اندیشه ده تا فکر ده تا بحران ده تا معذله وجود داشته باشه اون وقت ما به جای اینه که این افراد جامعه خودمون رو کسب کنیم نخبگان رو بیاییم از به مرحله ای از دینداری و شناخت دین برسونیم که در اونجا درک کنند که دین چه نعمت بزرگی هست دین هست تنها دینی هست که با کلمه اقرا آغاز شده یعنی دین اسلام دینی هست که خواندن رو فرض قرار داده اون هم چه فرضی؟ اولین فرض اسلام یعنی دین علم دین دانش دین خواندن این اون وقت بیاد یه فرد دین خواندنی بیاد بشینه پیش یک به سرا امامه گنده که زیر این امامه غیر از جهالت غرور حماقت هیچ نیست یک مجموعه ای از خزعبلات یک مجموعه ای از خرافات که با, با عقل با منطق با علم با دانش در تضاد هست خب نتیجه چی میشه نتیجه این میشه که این جوون ما دچار یک خلع فکری میشه جوون ما مثل یک جامعه ما مثل یک ظرفی میشه که تو خالی است این ظرف ما ظرف تو خالی نداره یا شما پرش میکنید با یه چیز مفید یا هوا و هوا هست همون هوا میاد این رو پر میکنه تو خالی نمیمونه یا کسی دیگه میاد اون رو پرش میکنه وقتی که ما اومدیم با عقل با منطق در جامعه خودمون در به جنگ افتادیم سیستم آموزشیمون شد لجنزار سیستم رسانییم شد شد همینطور به جای اینکه ما سیستم رسانه رو بیایم برای تربیت جامعه برای سوق جامعه ما گفتیم که در نظام مادیگری انسان در جسمش در مادیات فقط خلاصه شد اما ما نه اصل در پیش ما روحانیات هست این جسم یک کال کالبودی هست که روح رو حمل میکنه جسم نباشه جسم ناقص میشه جسم نصفش کنده میشه نصفش افتاده میشه طرف دستش رو از دست میشه گوششو رو از دست میده چش رو از دست میده اما خودش هست عقلش هست دانشش هست وجودش هاش هست همه تو اینی که میمیره وقتی هم که میمرد مرد اون رو میگن جسد نمیگنش آقای فلانی پس آقای فلانی کی بود اون روح بود اصل روح هست چقدر رند از افرادی که مردن جسدهایی که ما زیر خاک انداختیم خاک اونها رو خورده تموم شدن اما نامشون همچنان زنده است همچنان کتابهاشون هست علمشون هست گفتهایشون هست حکمتشون هست پوجوهش هست ابتکاراتشون هست همه اینها رو جامعه بشری داره از اونها استفاده میکنه پس ما بیاییم باید روی این کار بکنیم که چرا ما این فضاهای آموزشیمون رو داغون کردیم چگونه اینها رو اصلاحش بکنیم یه مورد مهمتر که به صلاح بالای همه این فساد و این منجلاب ایستاده الگوست الگو در جامعه ما اون هم چه الگویی الگویی که باید به صلاح مقدس ما آب می بود الگویی که رمز دین هست شناخت دین هست نماد دین هست یعنی انسان روحانی انسان روحانی در جامعه ما الان منفور شده عزیزان شما بیایید با هم برگردیم سفر کوتاه در عالم تاریخ بیاییم به چل سال پیش برگردیم درست چل سال پیش وقتی که اونجا حکومت حکومت تا، تاغوت بود حکومت شاه و ساواک بود در اون زمان جامعه چقدر با دین اونس پیدا کرده بود جامعه چه احترامی رو برای یک انسان روحانی داشت انسان روحانی حرفش حرف بود دو تا با انسان دو تا قبیله دو تا خانواده پدر کشتگی داشتن به خاطر پادر میونی آهاج آقا از خون بچهشون میگذشتن چه احترام و عزتی داشتیم الان ببین همون روحانی الان چه شده در تمام این یک میلیون و ششصد و اندی هزار کیلومتر مربع کشور شما یک آخوند نمیتونید پیدا کنید که با لباس آخوندیش با امامش بتونه در بین 80 میلیون جمعیت کشور بدون اسکورت راه بره چرا؟ چون که جامعه از این فرد دین فروش این فردی که نماد دین بود الان شده نماد دین فروشی یک دینی که اون هم دین حکومتی اون رو داره این آقا به نمایندگی میکنه و جامعه از این دین حکومتی متنفر شده چرا؟ چون که از حکومت متنفر شده پس این تقدس آخوند روحانیت زیر سوال رفته یعنی کسی که در حالا شما ببینید بیشترین آمار الهاد و بیشترین آمار دینگوریزی در کجاست؟ در همین کشور ماست چرا؟ و در چه افرادی در خانواده هایی که در ظاهر دیندار هستند ما قبل از این حرف زدیم وقتی که مبحثی به صلاح همون کتاب پول ویتز که فت آف ده فادرلس باور انسان پدرگم کرده چراست که مثلا فردی مثل فریچ نیچه این آقا میاد ملحد میشه چرا ملحد میشه آقای این فیلسوف آلمانی این آقا در چهار سالگی پدرش رو از دست داد یعنی در چهار سالگی این وقتی که بچه اعتمادش به پدرشه به تکیه میکنه به پدرش پدرش در تصور اون سوپرمن هست که همین آقای نیچه در واقع مبتکر فکر سوپرمن هست چرا چون که این خودش سوپرمن زندگیش رو که پدرش بود این قدرت خارق‌العاده‌ای ای که پدر داشت این رو از دست داده بود کودک تصور میکنه که پدرش هر کاری ازش برمیاد سوپرمن هست قدرت خارق‌العاده داره این نیچه این پدر رو از دست داد وقتی پدر رو از دست داد این سلطه برتر رو از دست داد سلطه برتری که میتونست به اون تکیه کنه اون رو از دست داد واسه همینه که صاحب این کتاب آقای پولویتس میگه که نیچه وقتی گفت که خدا مرد در واقع منظورش این است که پدرش مرد این پدرش رو سایه پدرش رو از دست داد واسه همین هم به انحراف کشیده شد اومد ملحد شد پس فسه همین بود که ما هی تاکید میکنیم در برنامه های اخلاق نیمون که آقا خانم هایی که شوهرشون رو از دست دادن نگید که به خاطر ب... بچه‌هام هم ازدواج نمی کنم نه خیر به خاطر بچه ها ازدواج کن به خاطر بچه ها پدری بیار که سایه سر این بچه ها باشه یک مثال دیگه این هم ذکر کردیم آقای توماس هوبز که این پدرش که یه پاپ بود پاپ کلیسا بود و آدم سال خورده و همچون این حالویی بود و مورد مسخره مردم بود و بعدش هم رو ویل کرد با یک زنی رابطه نامشروع پیدا کرد و رفت و گم شد این فردی که جایگاه قداست داشت الگو بود در چشم بچهش تومس هابز افتاد چی شد؟ این شد آقا ملحد دقیقا همین تصویر رو الان شما در تمام در قریب به اتفاق خانواده های روحانیون میبینید روحانیونی که از پول ملت چاپیدن بچه هاشون رو فرستادن برای تحصیلات مثلا کشورهای اروپایی این بچه ای که میبینه پدر میاد به سلام تو یک اتاق کاملا زاهدانه روی حسیری از مهموناش استقبال میکنه و خودش در رفاه زندگی میکنه این پدری که از حضرت علی و فقر و زهد و پارساییش میگه و خودش اموال ملت رو میچاپه خب این در در بچه اینا رو داره میبینه بچه این پدر براش فاقده ارزش هست بچه الان میگه که اقا این یک شیدایی است یک دروغ هست یک مکر است ببینید چقدر هستند آمار آقازاده هایی که ملحد شدند و الان همون کاری رو میکنند که شیطان از به عقلش نمیرسه تصاویرش تو اینترنت هست فیلماشون چه هست که چطور رفتن اموال مردم رو چاپیدن اونجا چطور دچار چه فسادهای اخلاقی هستند دخترای همین به همین آخونده هستند که رفتن اونجا تنفروشی میکنن نه به خاطر نداشتن مال به خاطر اینکه گمراه شدن راشون رو وید کردن منظومه اخلاقی که بود اون رو از دست دادن بگه هرزه شدن تو جامعه گم شدن این بحرانی که نبوده اون پدر پدر در خانواده و الگو در جامعه نبود این الگوی درست و فقدان این الگوی درست جامعه رو به سوی انحراف میکشونه الان هر کسی از در جامعه ما حرفش همینه اگر این, این اگر دین اینه شما ببینید چقدر فضای رسانهی آزاد میتونه خیلی از مشکلات رو حل بکنه اما ما نه در کشور اومدیم که نه آقا با چوب و چماق باید این کشور رو اداره کرد آقا عقل کجا بود کدوم فرعون تونست با چوب و چماق حکومت خودش رو نگه داره اگر چوب و چماق میتونست کارساز باشه ساواک تا امروز بود اگر چوب و چماق تا میتونست کارساز باشه تا الان هم همون فرعون هایی که تو مصر حکومت میکردن میتونستن باشن اگر چوب و چماق تو کشور توی یک حکومت رو میتونست نگه داره یک ملت رو تا ابد برده کنه تا الان همون نظام های شاهنشاهی قدیم همون ساسانی ها همون نمیدونم اشکانی ها تا الان می بودن. وقتی با چوب شما شما یک مرحله میتونید افراد رو خورد کنید حتی میتونید یک نسل رو تباه کنید اما هر نسل چهل سال عمر داره هر جامعه بعد از چهل سال عمرش پوستینش رو عوض میکنه این نسل جدید رو میخواید چیکار این نسل جدیدی که الان یعنی اصلا شما در طول تاریخ تشیع آیا میتونی سراغ داشته باشید روزی که فرزند شیعه بیاد بگه بالای چش مرجع ابروز الان بچه شیعه شیعه زاده نمیدونم بچه آخون میاد توی خیابون میگه مرگ بر دیکتاتور ننگ ما ننگ ما رهبر الدنگ ما یعنی فوش دادن به چی به اون مرجعیتی که اون قداست دین رو در اختیار گرفته اون مرجعیتی که تو خودش باد کرده اینقدر به سبرای خودش شاخ و برق درست کرده خودش رو کرده ولی فقیه مطلق وقتی میخوای بگی که ولی فقیه مطلق یعنی چی؟ میگه کلمه مرادف با خدا طرف خداست برای خودش یعنی حرفی که از تصور فرعون هم خارج بود فرعون بدبخت وقتی میگفت انا رب بکم میگفت آقا در باد سیاسی در باد حکومت داری بالای حرف من حرفی نباشی این طرف میگه نه سیاست از من دیانت از من اخلاق هم از من منظومه اجتماعی کلن از من بالای حرف سیاسی رهبر حرفی نیست حرف زدی مخالفت با خداست گلوتو میزنن گردن تو میکنن نمیدونم اگر بالا یه حرف اجتماعی رهبرم حرف زدی گردن تو میزنن اخلاق اونی که رهبر بگه اونی که این الگویی که فرو پاشیده الگویی که اون رنگ بوی خودش رو از دست داده این یکی از بحران هایی است که جامعه رو به سوی الهاد و لادینیت میکشه عزیزی پشت خط هستند آقای کاوه عزیز و بزرگوار با ما هستند آقای کاوه جان بفرمایید سلام در خدمت شما هستم سلام بر استاد و مره. خوب است شما. سلام و صد سلام و درود بر شما برادر عزیز و گرانقدر آقا کاوه عزیز سلام آیا شما فکر نمی کنید جان. عمل کرده به صلاح مدیریت جامعه در انحراف جامعه به سوی الهاد و لادینیت نقشی داشته باشه؟ قطعا همینطور که شما میفرمایید جناب استاد هر جامعه ای که اگر جامعه توحیدی باشه مردمش هم قطعا به سوی توحید حرکت خواهند کرد و رفتارهای موحدانه از خودشون نشون خواهند داد یک روایتی در منابع هست در بحث مبعوثیت پیغمبر مثلا میگن چرا پیغمبر مبعوث شده این روایت که نقل شده میگه مثلا پیغمبر فرمود بو استول اتم ما مکار مل اخلاق به نظر من این حد نهایت تشکیل حکومت از طرف هدف نهایی بعثت پیغمبر نمیتونه باشه تشکیل حکومت اسلامی هدف نهایی پیغمبره بعضیا خواستن با مطرح کردن اخلاق و رفتارهای خوب پیغمبر این هدف نهایی پیغمبر رو تنزل بدم به طور واضح من میخوام بگم که پیغمبر فقط پیغمبر اخلاق نبود هنر پیغمبر در تشکل حکومت بود و اگر حکومت به معنای واقعی کلمه اسلامی باشه و جامعه جامعه توحیده باشه اون وقتی که ما میتونیم انتظار داشته باشیم که مردم رفتارهای صحیحی از خودشون نشون بدن این معادله کاملا صحیح و کاملا قابل قبوله به نظر شما خوب آقا است. عزیز الان ما چطور بیاییم جامعه رو قانش کنیم که آقا این مثلا حکومت وقتی میاد بچه های مردم رو ترور میکنه شهید میکنه میاد مثلا تیر میزنه میگه یا علی و تیر میزنه یا نمیدونم دختر مردم رو بهش تجاوز میکنه با به داد میزنه که یا فاطمه قبول کن الان انعکاس این جامعه خب یک نوع در حال یک رد فعل بسیار شدیدی هست که ما داریم میبینیمش یعنی الان ما یک جامعه از دو سو رادیکال رو داریم یک حکومتی است که با شدت با مردم در بسلا در جنگ هست و در مقابل این با همون قدرت یک حس رادیکالی در داخل جامعه داره رشد میکنه که آقا آخوند رو باید کشت یعنی یک دو تا سیتیز الان در این بحران دو لب به ما چه کار باید بکنیم به نظر شما که جامعه رو حداقل نجاتش بدیم و یک حالت به نرمالی برسونیم جناب استاد میدونید بزرگترین اختلاف ما و شما در بیان مصادیقه یعنی وقتی تو بله. مفاهیم با هم صحبت میکنیم هم دیگر رو تایید میکنیم یعنی بله. من گفتم که تا جامعه جامعه توحیدی نباشد انتظار رفتارهای صحیح از مردم رو هم نباید داشت شما منو تایید میکنید منم فرموده شما رو تایید میکنم تا اینجا مشکلی نیست ولی این کار جامعه توحیدی کدام جامعه هست؟ مثلا مانه. جامعه ایران یا جامعه عربستان یا مثلا مسادی کدام کشور مستاق جامعه توحیدیه اینجاست که فکر کنم مثلا اون تعصبات استاد کاوه عزیز کاوه عزیز آیا پیش فرسا بله <applause> نمیذاره جان. جان آیا جامعه توحیدی با جغرافیایی با جغرافی های منطقه گره خورده یا جامعه توحیدی یک ارزش ها و قانون هایی داره یعنی وقتی ما میگیم جامعه توحیدی ما میخوایم درست کنیم دیگه این در... نمیشه گفت که آقا جامعه توحیدی درست کنید چون شما در عربستانید یا چون شما در ایرانی جامعه توحیدی معیارهایی داره معیار جامعه توحیدی رو خداوند برای ما مشخص کرده الیوم اکمل لکم دینکم و اتمم تو علیکم نعمتی و رضی لکم الاسلام دینا و این قرآن ما رو با زمین گره نبسته یعنی ما هیچی هیچ هیچ بین ما و زمین نیست درسته مکه مدینه جایگاه خودشون رو دارن احترام خودشون رو دارن چون که منشأ توحید بودن الان هیچ رابطی بین من و مکه نیست تنها این هست که من مکه رو میتونم پیام مکه رو به دنیا برسونم پس جامعه توحیدی در افراد تشکیل میشه نه در جغرافی های زمین پس مبحث اینه که آقا توی ایران چی میگذاره توی عربستان نیست مبحث اینه بافقیم. که آیا ما این قرآن رو عملا در جامعه خودمون داریم یا نداریم کاملا درسته جناب استاد همونطور که فرمودید جامعه توحیدی فرامنتگیه یعنی يعني. ملاک جامعه توحیدی ایمان افراده حب و بغض افراده ملاک در واقع جغرافی های خاصی نیست ما باید تفکر فرامنتگی داشته باشیم ولی به حال این جامعه توحیدی تو یک مملکت باید عینیت داشته باشه دیگه من بحثم سر همین موضوع یعنی در مملکت عینیت پیدا میکنه یا در افراد در کلی همین دیگه افراد مملکت که امر انتظاییه خب، آفرین تو الان تو رفتارهای الان،, الان ما در در کشور خودمون با این جامعه توحیدی به یه تجربه ای داشتیم و ادعا هم میکنیم که عمر جهان اسلام هستیم نه. اما در مقابل عملا عملا کاوه عزیز شما تقریبا چند سال عمرتونه حالا تقریبی بگید که لو نه بسیار لو رفتن نیست من سی و پنج سالم شما سی و پنج ساله الان به نظر شما شما حالا مثلا ده سالگیتون رو یادتون هست اون ده سالگی وقتی که در مثلا فضای روستا یا منطقه خودتون بودین اون ده سالگی اون وقتا مردم دیندارتر بودن یا الان بعد از این عمری که به سرطه کردید و این همه میلیاردها پول صرف شد که ما مردم رو دیندار کنیم آیا واقعا جامعه الان دیندارتره یا 20 سال پیش مثلا جناب استاد من جامعه توحیدی رو و بحث ایمان رو تشکیکی میدونم قرآن کریم میفرماید یا ایها الذین آمنو آمنو یعنی بله. برای ما ازدیاد و افزایش ایمان رو میخواد یعنی بره. اینا یه امر تشکیکیه اینطوری نیست که مثلا شما یه سنجه مشخصی داشته باشید و بتونید با اون محور و با اون معیار و ملاک ایمان و کفر افراد رو بسنجید شاید خودن عموم جامعه شما دیگه شما در یک جامعه هستید به نظر شما الان جامعه به سوی ارزش ها, ها پیش بدیم. میره یا ارزش ها داره به از جامعه کمتر میشه کم رنگتر میشه در جامعه همین دیگه جناب استاد همین کلمه ارزش یه مفهومی نه. تو ذهن شما هست و مفهومی که از کلمه ارزش تو ذهن بنده یا ممکنه تو ذهن برخی از مخاطبان قرار بگیره یه مفهوم دیگه ایه چون ما در حوزه مفهوم اشتراک مفهومی نداریم نمیتونیم اصلا مفاهمه داشته باشیم ارزش در مفهوم جناب استاد کاوی چیست؟ توحیدی جناب آقای استاد شما از جامعه توحیدی یه مفهومی در ذهنتون هست از کلمه ارزش یه مفهومی تو ذهنتون هست بنده هم یه مفهوم دیگه به همین خاطر ما فقط میتونیم تو مباحث کلی با هم صحبت کنیم وقتی ریز میشیم میان سراغ مباحث مستاگی کاملا در اختلافیم بانه. من گفتم شاید اگه سنجتون و ملاکتون در مورد کمیات باشه این یه مطلبیه ولی در مورد کیفیت اگه بخواد جوانان امروز ایرانی به مراتب با ایمان تر هستن از نسای گذشته چرا؟ چون این فضای مجازی قبلا نبود این شبکه های ماهوارهی قبلا نبود تو این بازی زمانی تو این شرایط در واقع جغرافی های و شرایط در واقع ارتباطاتی که تو جهان تکنولوژی هست اگه شما ایمان جوان امروز رو بسنجید به مراتب قویتر از ایمان نسل گذشته است اهلی. ببین شما استاد کاوه عزیز حرف شما مستاقیت پیدا میکنه روی یک درصد بسیار کمی از نخبه های پخته جامعه اون درصدی که دینشون رو از دین حکومت جدا کردن خطشون رو از خط حکومت جدا کردن اما عموم جامعه اینطور نیستن عموم جامعه الان اگر وقتی که رئیس جمهور میاد میگه که آقا مهار کشور دست امام زمان هست عموم جامعه یک فرد عادی جامعه دیروز گوجه رو پنج خریده بود امروز رفته هشت شده پس این گرانی گناهی کی است گناه همون امام زمانی که مهار کشور رو حکومت به دستش داده پس در اینجا حکومت با به خاطر کرسی خودش اهداف خودش ارزش رو پایمال کرد الان جامعه چی میخواد بگه الان چرا چرا امروز این درصدی حالا شما بگید یه درصد یه درصد از این کشور دارن فش میدن فش میدن به مرجعیت خب این اصلا در تاریخ مرجعیت تشیع در ایران حداقل همچین چیزی رو شما سراغ داشتید استاد و مره. میدونید شما بپذیرید از من که شما میخواید با پیشفر صحبت کنید یه ذهنیتی دارید ذهنیت منفی همین رو لابل های کلماتتون تکرار میکنید عزیز من مشکل من پیشفرد بسیار ببینم کابجان مشکل من با شما, شما نیست مشکل من و شما, شما الهاد رو یک مسئله رو منصفانه بررسی کنید باید پیشفرها رو بذارید کنار مثلا من گذاشتیم کنار. قابل عزیز، بحث بردار گذاشتیم کنار. الان شما دیسکو. شما, شما با این این موافقت که جامعه افستان برگزار شد. شما این رو موافق با جامعه توحیدی میدونید یا نه؟ دیسکویی که در شهر جده برگزار شد. آفرین. یک به اصطلاح لغزش اخلاقی رو برخی از افراد جامعه دارن مدیریت میکنن. در مقابل این ما چه رو داریم؟ در مقابل ما این یک انقلابی رو از جامعه داریم که با کل این به سلام مباحث داره اعتراض میکنه حرفش رو میزنه و اون یه چیزی هم که اونجا هست اگر تمام سیستم بخواد بخواد جامعه رو منحرف بکنه اونجا دین منحرف نمیشه یعنی یک سیستمی که نماینده دین نیست سیستم میگه من پادشاهم خب من یک سیستم سیاسی هستم این سیستم سیاسی بیاد منحرف بشه این سیستم سیاسی بیاد دیکتاتور بشه این سیستم سیاسی مثل ما که در کشور خودمون داشتیم شاه داشتیم خب شاه منحرف شد شاه ظلم کرد مذهب به جای خودش موند اما الان فرق میکنه جناب یعنی در ایران فرق میکنه در ایران خود سیستم سیاسی نماینده مذهب هست یعنی اشتباه سیاسی مذهب زیر سوال قرار درسته یا نه شما با این موافقید دقیقاً برا برا. مشکل من جناب استاد دقیقاً مشکل من با این کبرای استدلال شماست این بله. پیشفرد که شما میرید به سمتش بحث سکولایزه کردن جامعه است یعنی دین جدا مذهب جدا و بحث سیاست ما هم که حرفی نزدیم نه, نه. شما این بحث این برداشت جدا. شماست ببین عزیز من ما ابتدای شما میگید که سیاسی عربستان یه چیزیه مذهب مردم یه چیز دیگه در حالت آیا علمای پادشاه پادشا. باعث اختلاط مرد و زن بشه واجب القتل میگه اختلاط مرد و زن واجب براک میگه ولی همین بن سلمان دیسکو رو تشکیل داد چیکارش کنیم حالا ببین عزیز من شما الان میگید شما اصلا مشکل ما تو عربستان نیست مشکل ما الان تو ایران هست عربستان رو اگر بخوایم اصلاح بکنیم شما بیایید تو برنامه عربی تو ما ایران اونا رو جامعه آفرین آفرین اما ما الان داریم یک بحرانی رو تو جامعه خودمون حل میکنیم همین بحران همین بحران الهیات رو ما در برنامه عربی تو جامعه عربستان تو جامعه کشورهای عربی باز اونجا بحثش میکنیم اسبابش رو نگاه میکنیم و درمانش رو نگاه میکنیم اما من میخوام در همین بسیار مثالی که شما میزنید فرقی فرقی وقتی که دین رمز دین شناسی دین میاد و مهار سیاسی کشور رو به دست گرفته و دیکتاتور میشه و بین یک پادشاهی که دیکتاتور میشه پادشاه دیکتاتور رو فردا مردم میزنن تو آشغالی میندازن مثل ما همون کاری که ما با شاه کردیم شاه رفت مرجعیت موند دین موند هیچ از دین کم نشد بلکه در وجود شاه در وجود ظلم شاه چون که مردم از ظلم فرار میکردن میرفتن پیش کی میرفتن پیش روحانی روحانی ارزشش بیشتر بود احترامش بیشتر بود و جایگاه جای بهتری داشت اما الان چی الان بحث این نیست که آیا دین حکومت بکنه یا نکنه اگر حکومت میکنه باید بر معیارهای قرآنی حکومت بکنه نه اینی که بیاد پادشاه به آخوند تاج پادشاه رو ورداره به امامه عمامه جوش بذاریم الان شما به من بگو که نظام به اصطلاح ساواک ظلمی که در ساواک میشد الان بیشتر نمیشه اونجا به نام شاه میشد مذهب در امان بود اما اینجا داره به اسم مذهب به اسم دین داره این جنایت ها میشه وقتی که یک جوون میاد وضعیت اقتصادی کشور رو میبینه وقتی یک جوون میاد میبینه که یک کولبر بدبخت یک فردی که کردستانی که جزی از این میهن هست ما این ناخودی ناخو، میشه میره مثلا از یک کشور همسایه یه یخشالی بدبخت میاره که اینجا بفروشه یه لقمه نونی به سفره زن و چش بیاد این رو میایم میکشیم به اسم دین یا یه سوخت بر رو میکشیم یا یک نمیدونم فردی که اومده تو خیابون میگه آقا من فقیرم من نه حکومت نیاز به جنگ دارم نه هیچی آقا من شش ماه حقوق نگرفتم حقوق منو بدید خب این رو وقتی میزنند میکشند خب چه انتظار دارید که بچه های این افراد چه بشن بچه های این افراد دیگه فردا بیان که مثلا یک دایشی درست بشه تو کشور هیچ انتظار بعید نیست خب ما ایم که بسیار جامعه رو داریم به این سمت میکشیم آیا این واقعیت نداره؟ جناب استاد استاد اومرا بله فرمید ضمن این که ازتون تشکر میکنم برحال این وقتی که فرصت که به من میدید برحال تبادل نظر میکنیم ببینید جناب استاد شما یا باید جدایی دین سیاست را بپذیرید یا نپذیرید شما بانه. حالا یه انگاری دارید این که مثلا سیستم سیاسی یه مطلبیه و مذهبیت مردم یه مطلب دیگه شما وقتی به تاریخ شکل گیری عربستان سعودی مراجعه میکنید تو کتاب عنوان المجد صفحه 41 اونجا محمد ابن عبدالوهاب میاد با محمد ابن سعود پیمان میبندد میگه و انت ترا نجدن کلها و اکتارها اتبگت على شرک استاد کابه, کابه عزیز کابه عزیز شما شما ببینید یه بهانه رو جان, می کنه جان عزیز برومت. شما تا از،, از مبحث تواند. خودمون دور نشیم ببینید ما یک مبحث تاریخی عربستان رو نداریم اینجا داریم به سراغ برنامه‌مون نیست دومن دو من وکیل مدافع عربستان نیستم آقا عربستان به جهنم به من چی عربستان ظلم میکنه فلان میکنه مردمش دارن قضیه رو حل میکنن مشکل من و شما جامعه خود ماست آقا جامعه ما داره بیستوی به فساد میره چرا ما همیشه همیشه دنبال این هستیم که مشکلمون رو بندازیم رو گردن دیگران آقا فلانی این کار میکنه به من و شما چه ولا تزیر و, و وزر اخرى قانون الهی است تا وقتی که من و شما به سرا جلو پلاسمون رو میندازیم تو گردن دیگران مشکلات خودمون آقا مشکل تو جه... کشور ماست میندازیم رو آمریکا رو اسرائیل رو عربستان رو اینا آقا عربستان و آمریکا و اسرائیل به درک مشکلمون کشور خودمونه مشکل ما جامعه خودمونه ما جامعه خودمون رو دردهای خودمون رو گذاشی میریم برای دیگران نسخه میپیچیم عزیز من بیا تو کشور خود بیا تو جامعه خودت یعنی همین همین فضایی که شما الان اشاره میکنید ببینید الان بیش از 20 دقیقه است من و شما با هم حرف میزنیم توی رسانه ای هست که هیچ وزن به اقتصادی نداره هیچ باری نیست چهار تا به جوون اهل سنت همت کردن دارن این رو میشرخونن وقتی یه برادری میاد تلفن میکنه هم وطنی هست هم دردی هست همینی که شما احساس میکنید که این جامعه داره فساد میکنه ما دست رو میبوسیم و میگیم که قدمتون رو چشم آیا چرا ما در جا... در به رسانه های داخلی کشورمون همچین فضایی نداشته باشیم چرا روشن فکران اهل سنت نتونن در اونجا به حرف خودشون رو بزنند چرا افراد مختلف جامعه یعنی ما الان در جامعه نخبه هایی داریم که الان خاموشن چرا مجبورن خاموش بشن در همین به فضای تشیع افرادی مثل آقا به آقای تبا, تبا در تهران چرا بیاد این خاموش بشه توی زاویه قفلش کنیم یکی از نخبگان جامعه است که میتونست در ساختار جامعه نقشی داشته باشه میتونست جوون امروزی رو از اینه که به دچار این بحران بشه و دینش رو یک مجموعه از خرافات و خزعبلای تصور کنه که با عقل و منطق و با همه چیز در تضاد هست اینجوری باشه چرا اینا نیاد بی جامعه بفهمونن که آقا این کاری که یک آخوند میکنه میاد کتابی رو میسوزونه این احمقه نمیفهمه این دین نیست این نماد دین نیست چرا ما همچنین آزادی نداشته باشیم تا بتونیم جامعه خودمون رو حفظ کنیم آیا فکر نمی‌کنید همین فضای خفقانی که ما داریم خودش یکی از به صورت دلایل هایی که از راه های است جامعه رو به فساد میکشه جوانان رو به الحاد و بی از دین بیدین بی میکنه به صورت جناب استاد شما جناب تباتبایی رو مثال زدید اولا من و امثال من بزرگتر از من استقبال میکنند که آی تباتبایی بیاد و مباحثش رو تو مجامع علمی بگه و بشنوه این یک کجا استدلال عزیز من عزیز من کاوه جان کاوه جان امثال آقای تباتبایی ما هزاران نفر داریم هزاران نفری که یک بینش درست دارند یک بینش درست از اسلام یک بینی و یک آگاهی از واقعیت های جامعه علم شناس هستن انسان های فریخته ای هستند سواددار هستند. چه الان شما بیاد امام جمعه تهران رو ببین چه خوز اولاتی میگه یعنی در کل این هشتاد میلیون ایرانی اون هم به ملتی که هفتاد درصدش جوونن ما یک کسی رو نداریم که بذاریم جای جنتی مثلا عزیز من این حرفو چی ما داریم در یک واقعیت جامعه رو ببین واقعیت جامعه در خبرگان شما ببین که زری به درصد عمری افراد چی هست ما همه فسیله هایی که داشتیم از قرن گذشته اینها رو مرجعیت قرار داریم اینها رو داریم همه چیز دست اینهاست و خب طبیعی است طبیعی است که یک شکاف اجتماعی بسیار بزرگی به وجود بیاد جامعه در یک بحران هست در یک باقی هست آقایون در یک باغ دیگه این واقعیت جامعه آقا این نیست چرا نخبگان ما مجبور بشن از کشور فرار کنند من دیروز با یکی از بسیارا نخبه های جامعه بودم به خدا حرف میزم من گریه میکردم از نخبگانی که مجبور شدند از کشور فرار کنند این دانشجویی که اومد به سرا پهپاد امود پرواز رو برای اولین بار در منطقه سراوان بلوچستان اومد اختراع کرد چرا امروز بره آلمان چرا آلمانی بیان اینو با خانواده شد طرف در همه درهای نظام رو زد گفتن نه آقا اینو ما قبولش نداریم نمیپذیریم چرا چون که این دو تا جنایت داره دو تا جنایتی که به ارث برده هم بلوچه هم سنی است چرا ما با این عقلیت بتونیم به صلاح جامعه رو به این لجنزار ببریم طرف الان بهترین پهپاد آلمان رو به اصطلاح اختراع کرده پهپادی که عمودی پرواز میکنه زیر آب هم میره دوزیست هم هست ببین یعنی این باعث این دلیل چه هست دلیلش این است که مدیریت جامعه رو ما دادیم دست افرادی که اصلا تو بر نیستن نمیدونن که جامعه به چه سو سوی میره آیا شما واقعیت واقعا کاوجان عزیز شما به عنوان یک جوون سی و پنج ساله این درد رو در جامعه احساس نمی جناب استاد این مطلب که میفرمایید متناقض پارادوکسیکاله ببینید شما گاهی از میگید چون طرف مسنه نباید تو رأس حکومت باشه و بعضی از موقع میگه چون حدیث و سن جوانه باید در رأس حکومت نباش خود ابو بک مگه محسن نبود خود از نوح مگه محسن نبود این در مورد عزیز جان قضیه محسن و غیر محسن نیست قضیه قضیه واقع گرایی در جامعه ب... است عزیز من قضیه قضیه محسن و غیر چی نیست آقا شما چرا میخواید که سفسطه کنید و قضیه رو اصلا قضیه الهاد جامعه دین گوریزی جامعه سببش حالا در جامعه دین گوریزی هست یا نیست اگر هست شما به عنوان یک جا جوون با فرهنگ در این کشور 35 سال عمرته یعنی بهترین عمر همین عمره بهترین عمری که درک داره شعور داره در 40 سالگی دیگه, دیگه شما پخته میشید بعد از اونش هم دیگه از کار میرید با زن نشسته میشید در این وضع شما به نظر شما چه باید کرد؟ چطور ما این جوون رو بکشیم بیاریمش مسجد؟ جناب استاد به نظر من باید برگردیم به مبانی اسلام مبنای اسلام اقتضا میکنند که هر کسی به صورت آزادانه بتونه حرفش رو بزنه همین سفر الحوالی در عربستان یک کتابی نوشته تحت عنوان مسلمانان و تمدن غرب از آل سعود انتقاد کرده گرفتنش به زندان انداختدش خب این خب آفرین یک سفر حوالی رو گرفتن تو عربستان زندان کردن آقا عربستان خواهشاً این کارو نکنید خب مشکل ما حل شد تو عربستان این حرف رو رسوندید با مشه... کشور خودمون چه کار میکنیم این همه اندیشمند این همه آگاه این همه جوانای فریخته که تو زندان ها افتادن اینا رو میخواید چه کار کنید این شکنجهایی که تو زندان های ما میشه تو هیچ جای دنیا نمیشه اینا رو میخواید چه کار کنید آیا مشکل ما با عربستان یا با کشور خودمون با سیستم خودمون مشکل عربستان رو اگر چهار تا عربستانی رو میشناسی آدرسشون رو به من بده حرفای شما رو من بهشون ترجمه میکنم بهشون میرسونم عزیز من اونا مشکل خودشون رو خودشون دارن حل میکنن من و شما چه داری میکنیم تا میگیم هر بابا چرا سبزی ما گیرون شده میگیم آقا عربستانیا بابا عربستانیا رو بذار به جای جون خودشون برسن حداقل عربستانیا دارن زندگی میکنن حداقل یک فرد در عربستان مجبور نیست کلیه خودش رو بفروشه عزیز من کاوه جان عزیز شما شاید از کشور نرفتید بیرون یه سری بیرون بزنید ببینید چه خبره هر جای دنیا ایرانی است که ایرانی است که از کشور داره فرار میکنه شما بگید در همین عربستان با همه اون چیزایی که شما میگید در همه این کشورهای عربی آه همه اینا فاسد نمیدونم هر چی که شما بگید هستن چند درصد از ملت عربستان الان پشت درهای نمیدونم سازمان ملل در کشورهای مختلف میخوان که پناهندگی سیاسی بگیرن چند درصد چقدرند از عقلهای عربستانی که فرار میکنند برند مثلا اروپا و اینا عزیز من مشکل اونها بذار خودشون حل کنن من در مشکل ما من مشکل ایران بود جناب استاد و مران استاد کاوه عزیز ظاهرا اتاق فرمان شماش میگن شماش. که دو دقیقه وقت داریم باب. یه دقیقه از شما بفرمایید هر چه داری بده به عربستان اما م... برگرد به قضیه خوده باب. نه نه من با نه من با اصلا فوش کار ندارم قرآن فرمود لا تسو <تصف> بل <تصف> لدین من دون الله ببینید بحث من اینجاست بحث من اینجاست دوست میگید که نه علت اگر گرد جوامع توحیدی چیه من میگم چون به اسلام عمل نمیشه خیلی خیلی ممنون استاد کاوه عزیز بسیار بسیار لطف, برم. لطف برم. کردید که ما را همراهی کردید اون وقت تنگ هست و واقعا هم حرفی که استاد کاوه میزنند کاملا درست هست چون که ما از اسلام دور هستیم چون که از اسلام دور هستیم خب اسلام رو نفهمیدیم فکر میکنیم که اسلام مجموعه ای از تقوس عبادی است مجموعه ای از شعار و عبادت هاست و این عبادت ها رو ما به هوا و هوسمون من تعریف کردیم اومده عبادت برای ما شده مثلا سینه زنی شده کمزنی. زنی بعد از این خب این به بار منفی حقد و کینه ای که ما در داری ها تزریق میکنیم به بچه همون ما قبلا برنامه داشتیم به نام آسیب شناسی در یوتیوب هست عزیزان میتونن ببینن که چه بحرانی رو در فرد همین حقد تزریق حقد و کینه در فرد به وجود میاره و این فرد رو در واقع یک زمینه مساعدی میکنه برای فرار از دین و دین گریزی گوز و اشاره هم شد که متاسفانه یکی از مهمترین به صلاح زمینه های فسادی که باعث میشه جونها از دین بزن خانواده خود خانواده های افراد روحانی هستند وقتی که فرزندان این تضاد رو در خانواده در الگوی خانواده و جامعه میبینند پس روحانیت نقش بسیار بدی رو در این داره که جامعه رو به سوی دین ستیزی و دین گریزی دعوت میکنه این مبحث دین گریزی رو همچنان ادامه میدیم با ما همراه باشید در هفته های آینده و خوشحال میشیم که شما هم در حال تماس مستقیم هست و تلفن هم در اختیار شماست ما بیشتر میخوایم بشنویم تا بگیم الله شما را یار باد و یاور خدا نگهدارد